با سلام خدمت دوستان عزیز، در این بخش میخواییم اولین کاری که بکنیم این استش که با وبکم وصل بشیم و تصویر خودمون رو در این محدوده اینجا داشته باشیم و اینکه بتونیم عکس رو ذخیره بکنیم، تصویر مورد نظر رو، و بعدا با بقیه فیلدهایی که پر میکنیم وارد دیتابیس بکنیم. خب ابتدا از طریق کامرا رو بس باش کار میکنیم، کدش رو میزنیم و بعد کد این رو مینویسیم که مستقیم از هارد دمورد یک عکسی رو انتخاب بکنیم. برای منظور یک DLL نیاز داریم، راست کلیک میکنم روی پروژه، از طریق منیج پکیج ابتدا DLLی رو که میخوام نیاز دارم برای اتصال به دوربین استفاده میکنم. فورک دوستان بهترین DLL ریفرنسی هستش، لایبری هستش که میتونم بهتون معرفی بکنم، من خودم ازش استفاده میکنم. میتونید از اینجا از طریق پکیج دانلودش بکنید، آخرین نسخه 2.2.5 هستش، اینستالش میکنم. اوکی، بعد میتونید چک بکنید از طریق از قسمت رفرنس هاتون میبینید که افورگت ویدیو و افورگت اضافه شده. اینجا فقط یه سری ریبیلد میکنم تا تغییرات وارد برنامه هم بشه. خب دوباره روی این آیکون کلیک میکنم، قراره که زمانی که کاربر بر روی این آیکون وبکم کلیک کرد وبکم باز بشه و تصویر مورد نظر اینجا نمایش داده بشه. دوباره کلیک میکنم، ابتدا در سطح دادور از بالا using system dot using مستقیم forget رو فراخونه میکنم dot video dot video. خب یک رفرنس دیگه هم من باید اضافه بکنم اینجا، رفرنس forget direct show، این رو هم اضافه میکنیم. و مجددا یک بار رفرش میکنم اینجا، دایرکت شو هم الان برای من نمایش داده شد، میتونم از اینجا از این هم استفاده بکنم. در بالاترین سطح برنامه زیر initialize forget اینجا من یک instance از DLL forget خودم میسازم. اولین چیزی که هستش filter collection info collection برابر با info collection و video capture device برابر با video capture device. خب اینها رو اینجا تعریف میکنم در بالاترین سطح که بعدها دیگه مجبور نشم ازشون اینستنس بسازم. خب در قسمت لود اینجایی که قرار پنجره من هر سری باز بشه و لود بکنه، اینجا دوستان چیزی که من نیاز دارم، خب عموما ممکنه روی مثلا یه کامپیوتر من لپتاپ باشه، اون دیوایس من، خب لپتاپ خودش یه دوربین داره،
یه وبکم روی خودش، اگه من یه کامرای جداگونه یه وبکم هم جدا روش نصب کرده باشم، پس در حقیقت من اینجا دو تا دیوایس دارم. خوبه که برای منیج کردن دیوایس هامونم از یک کومو باکس استفاده بکنیم. کومبو باکس اینجا بذاریم و اگر بخوام از یک کومو باکس استفاده بکنم بهتره که اینا رو یه مقدار بیارم پایین تر و کومو باکس خودم رو این بالا قرار بدم و اینجا اسم این رو هم بذارم، اسم کومو باکس خودم رو بذارم کم دی وایس. خب حالا دو مرتبه برمیگردم، یک کومو باکس تعریف کردم. اگر بخوام بک‌گراند این هم حالا مثل بقیه بشه، کافیه که اینجا این رو هم بر روی کنترل بذارم. خب در قسمت فرم، جایی که فرم ما ایونت میکنه، لاک میکنه، یک توضیحات میذارم. فور کانکت ام رید وب کم. و اینجا کد خودم رو بنویسم. خب ابتدا اینفو فیلتر اینفو کالکشن رو فیلتر اینفو کالکشن چیزی که در بالا تعریف کردم، فیلتر اینفو کالکشن رو فراخونی میکنم، یک اینیشیالایز ازش میسازم، نیو فیلتر اینفو کالکشن، از ما یک جی آی دی کاتگوری میخواد، من فیلتر کاتگوری رو از این قسمت از کتابخونه که داخل خود فیلتر اینفو کالکشن بود بهش پاس میدم و دات، اینجا دات رو که بزنید به شما میگه که میخواید یک آیدیو کپچر کنید، آیدیو اینپوت دیوایس میخواید بکنید یا ویدیو اینپوت دیوایس. من ویدیو اینپوت دیوایس رو میزنم. بچه اینا تمام امکاناتی هستش که توی اون DLL فوگه بود که از طریق پکیج به پروژه اضافه کردم. خیلی کلاس لایبرری بزرگی هستش و کارهای خیلی زیادی داره. شما میتونید در پروژهاتون به هر نحوی که بخواین که به اتصال به چیز داشته باشین، کامرا داشته باشین، وبکم بخواین بخونین، امکانات زیادی رو براتون در دسترستون قرار میده. یک فور ایچ میذارم برای اینکه دیوایس هامو بتونم مدیریت کنم، یک فیلتر میگم به ازای تمام فیلتر اینفوهایی که به نمایندگی آیتم که من اسمش رو میذارم دیوایس بله خودشون نصب گذاری میکنن به درخواه دیوایس داخل اینفو کالکشن من هستش رو برای من
برگردون فقط اینجا چیزی که هستش کومو باکس رو باید مقادیر رو به کومو باکس برگردونم. کومو اسمش رو چی گذاشتم بچه هم؟ همین الان گذاشتم فراموش کردم. خب کاری نداره نگاه میندازیم اینجا من اسم کومو باکس رو کوم دیوایس دیوایس هم اشتباه نوشتم اینجا. دیوایس خب کام دیوایس کام دیوایس دات آیتمش اد بکنم همین دیوایسی که در فور ایچ تعریف کردم device dot نیمش رو. خب دوستان اینجا تمام نیمایی که هر چند تا حالا وبکم که وصل باشه توی کومو باکس من دارمش که چند تا وبکم روی سیستم من وصل است. حالا میتونم بگم که سلکت هم بکنه، یعنی مستقیما خودش سلکت بکنه که چه کومو باکسی هر دیوایسی که بود اولین آیتمش رو سلکت بکنه ایندکسش رو و اون رو برای من نمایش بده. کومو device dot selected ایندکسش برابر با نال باشه. خب زیرو بیس هستش ایندکسش، نالش همون اولین ولیوی هستش که اون به خودش میگیره. خب زیر فور ایچ بعد از حلقه بدنه فور ایچمون میایم میگیم ویدیو کپچر دیوایس رو برابر با نیو ویدیو کپچر دیوایس پرانتز باز و بسته اینفو کالکشن دات اینفو کالکشن ببخشید آره داره اینفو کالکشن یک اینت ایندکس از ما میگیره که کدوم دیوایس الان باید بره و پاس داده بشه به خروجی که قراره خود وبکم دیوایس بخونه این دفعه کپچر بکنه دیوایس ویدیو کپچر بکنه. من همون مقداری که یعنی ولیوی که از فیلتر گذروندم و توی کومو باکس هم هستش از اون میگیرم. پس میگم کومو دیوایس دات ببخشید کومو دیوایس دات selected index و ایندکسش هم selected index dot اینجا moniker string رو انتخاب میکنید. moniker string دیگه تا اینجا میدونه که متوجه شدیم که اول کل کامرا و دیوایس همون رو فیلتر کردیم بعد ریختمش توی کومو باکس و زمانی که یوزر کومو باکس سلکت بکنه و استارت رو بزنه این میره میدونه که دقیقا کدوم دیوایس رو خروجی بگیره. یک متد داریم یک ایونت براش فراخونه کنم جایی که قراره اگر اتفاقی افتاد چی بشه دات ویدیو کپچر دیوایس نیو فریم به اضافه مساویه دوبار تب رو میزنم و بعد از اون هم ویدیو ببخشید ویدیو کپچر دیوایس رو دات استارتش میکنم. خب میتونیم هم استارت کنیم ویدیو که کپچر ویدیو گرفت کپچر کردن ویدیومون رو هم استوب من اینجا استارتش میکنم و در ایونتی که تعریف کردم که بعد از اینکه اگر استارت شد یعنی ایونت فایر شد چه اتفاقی بیفته. خب اینجام
در این قسمت هم یک if تعریف میکنم، به این منظور که اگر ویدیو کپچر دیوایس مخالف مساوی با نال بود یک if دیگه if video capture device dot is run بود، is running بود، یعنی همین الان داشت اجرا می شد، چیکار بکن؟ video capture device رو ابتدا استوب بکن تا باگی نگیره برنامه، و ویدیو کپچر دیوایس رو وایت فور استوب کن. ویدیو کپچر دیوایس دات سیگنالش رو هم استوب کن که عموماً همه ارتباط ها قطع شد. اگر بود این به معنیه که اگر زمانی ما بخوایم یه از یه دیوایس به دیوایس دیگه بریم، خب عموماً این اتفاق میتونه بیاد، این رو میخونه، و اگر قبلا دوربین دیگه دیوایس دیگه رام بود اونو کاملا استوب بکنه، سیگنال وایت فور استوب همش رو استوب بکنه و بره و دیوایس جدید رو رام بکنه. خب این هم برای این، برای استوب کردنمون که تعریف کردیم. نکته بعدی که میمونه ویدیو کپچر دیوایس ببخشید دوستان، من عموما اینجا کاری که باید بکنم در ایونتی که فعال میکنم، اینجا باید بیام زمانی که کلیک میشه روی این، این اتفاق قراره بیفته در اینجا، بعد از تابع ایف خودم میام و اینجا استوب میکنم اونها رو، و عموما اینجا توی فرم لودم نیازی ندارم جایی که لود میشه مستقیما نشون بده، چون میخوام کنترل بکنم تا زمانی که کلیک نشده این اتفاق نیفته، پس اینو میارم روی پیکچر باکس خودم جایی که قرار کلیک بشه. بعد از باتون سیو اینجا کلیک میکنم، این متد ایونتی هم که اونجا فعال کرده بودم رو حذفش میکنم، این رو از اینجا بر میدارم و یک بار دیگه ایونت رو اینجا فراخونی میکنم دات نیو فرم بود به اضافه مساوی، ایونت هم اینجا به این صورت فراخونی کردم، کامرا استارت میشه و اینجا در این قسمت فقط برای فراخونی جایی که قرار اجرا بشه، حالا میخوام تصویری که گرفتم رو، تصویری که میگیرم به این قسمت اختصاص، این یک پیکچر باکس هست دوستان، اونجا که یه پیکچر باکس هست، حالا من این پیکچر باکس هست میشه میذارم display result که بدونیم چیه display result، میاد روی display result تصویری که از کامرا گرفته میشه بعد اینکه رام بشه، زمانی که اینجا کلیک میکنیم میاد چک میکنه که دوربین اگر نال بود استوبش بکنه، اگر چیزی قبلا روش بود رام بود، و میاد اینجا یک initialize از ویدیو کپچر دیوایس ساختیم و مقدار ورودیشو اون دیوایسشو سلکت کردیم از توی کامو باکس خودمون، اینجا ایونتش رو فراخونی کردیم و استارت کردیم، حالا توی ایونتش میگیم که چه اتفاقی بیفته. خب من تبدیل میکنم یک بیت مپ، ابتدا
می نویسم بیتمپ برابر باشد با بیتمپ برابر باشد با بیتمپ event r dot form dot clone بکنم و همون display ریزالتی که اونجا در فرم داشتم ایمیجش رو برابر با همین بیتمپ بکنم. خب یه خروجی میگیریم ببینیم که نتیجه کارم به چه صورت هست. کلیک میکنم. خب عدد تصادفی خودم رو دارم، همه چی تا اینجا خوبه. در بالا در کومو باکس من دو تا دیوایس هستش، یکی HD وبکم هست که مال لپتاپم هست، یکی هم که یک نرم افزاری هست که آی وبکم که برای استفاده از دوربین آیفون به کامپیوتر هستش. من HD وبکم رو انتخاب میکنم و بر روی این کامرا اینجا کلیک میکنم. عموما اینجا اتفاقی نیفتاد. چک میکنیم که خطای کارمون از کجاست. خب بچه ها من کد رو چک کردم، عموما ما اینجا مشکل سینتکس نداریم، ولی مشکل جالبی که هستش اینه که من دارم الان ریکورد میگیرم با اسنگیت و به خاطر این هستش که ما اینجا خروجی نمیتونیم بگیریم و مستقیما مال خروجی دوربین لپتاپ رو داشته باشم. اگر حالا من این دیوایس فیکی که دارم که برای اتصال موبایلم هستش این رو استفاده بکنم، میبینید که کار میکنه و خروجی رو دارم اینجا. خب من پس برنامه من داره کامل کار میکنم، مشکل خاصی نداره روی وبکم HD چون درگیر هستش الان، خاطر اون خروجی ندارم. اینو تا اینجا نگه میداریم، میریم برای نوشتن کد بعدیمون که بتونیم از طریق هارت مستقیما یک عکس رو وارد فرممون بکنیم. استوب میکنم، مجددا به فرم خودم برمیگردم، این بار بر روی این یکی گزینه کلیک میکنم، برنامه رو میبندیم، مجدداً از یک open file dialog استفاده میکنم. open file dialog file dialog برابر با new open file dialog if open file dialog ببخشید file dialog dot show برابر با dot show dialog اگر open file dialog dot شدای لوگش متد هست برابر با result dot okay بود، یعنی باز شد و okay شد. file dialog dot nameش. خب من اینجا من display result dot image رو برابر با file dialog dot file name
یا میتونم، خب دوستان من کاری که میتونم بکنم اینه که عموما بیام اینجا این رو بردارم، در این بالا ابتدا یک ایمیج با نام مثلا فایل داشته باشم و یک بولین تعریف بکنم از نوع با نام اوپنت، که چک بکنم که اوپن شده یا نه، اوپن اوپنت و برابر قرارش بدم ابتدا با فالس و در اینجا بیام حالا فایل دیالوگ خودم رو یا آی او رو دوست من اضافه کردم زد بالا کتاب خونه نیم اسپیس یوزینگ سیستم دات آی او رو فراخونی بکنم که دیگه مشکلی برای فراخونی اینا نداشته باشیم زمانی که فراخونیش رو میکنیم. دیالوگ ریزالت دیالوگ ریزالت برابر باشد با اوپن برابر باشد با اوپن فایل دیالوگ اوپن فایل دیالوگ ببخشید دوستان اوپن فایل دیالوگ داد یک فایل دیالوگ رو باید جداگونه تعریف بکنم، بهتره که اینجا یک اوپن فایل دیالوگ اوپن فایل دیالوگ برابر با نیو اوپن فایل دیالوگ تعریف بکنم و اینجا اون اوپن فایل دیالوگی که درباره اینیشیالایز کردم رو شو دیالوگش بکنم. خب الان درست شد. باشه اینجا الان من ساعت نزدیک 3 شب هستش و ممکنه من خیلی آزمون و خطام زیاد باشه. از یک ایف استفاده میکنم، ایف اگر دیالوگ ریزالت من برابر بود با دیالوگ ریزالت داد اوکی. خب عمدتاً بیا فایلی که در بالا ایمیج تعریف کرده بودم رو برابر قرار بده با ایمیج داد فرمت فرم فایل و از اوپن فایل دیالوگ داد فایل نیمش استفاده بکن و دیسپلی ببخشید دیسپلی ریزالت رو هم ایمیجش رو برابر با همون فایل قرار بده که ایمیجی هستش که از طریق فایل دیالوگ میگیره. برای اینکه چک هم بکنیم که چیز شده، من این بولینی که بالا تعریف کردم اوپنت رو هم از ترو به از فالس به
ترو برمیگرده. این از این چک میکنیم این کد رو. رام میکنم. خب این بار دیگه از طریق دوربین نمیخوایم چیز کنیم، مستقیم میخوام از کامپیوتر یک عکس وارد بکنم. باز میکنه اوپن فایل دایلوگ رو، توی قسمت دانلود ها میرم ببینم تا چه عکسی دارم. لا فرض رو بر این میگیریم که عکس ما این باشه، انتخابش میکنم، کلیک میکنم، میبینی که عکس اومد و اینجا جایگزین شد. خب تا اینجا تونستیم دوربین رو به دوربین وصل بشیم، از طریق وبکم تصویرمون رو بگیریم، یا اینکه مستقیم از هارد عکس رو وارد برنامه بکنیم. تا اینجا برنامه رو پیش بیاید، در ویدیوی بعد میریم تا بقیه فیلدامون رو پر بکنیم و اینا رو مستقیما همه رو با یک سیو به دیتابیس خودمون انتقال بدیم.